سلام، جمعه 30 خرداد 93 20 ژوئن 2014 میلادی در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول این که مریم شفیع‌پور که به 7 سال زندان در دادگاه بدوی محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. عبدالحسین حراتی که به ایران برگشته بود و مدتی هم مسئولیت اسناد دانشگاه آزاد رو به عهده داشت و بعد با فشار از اون کار کنار گذاشته شد، دیروز در تهران بازداشت شد. مأمورین امنیتی به در منزل او رفتند و او رو دستگیر کردند. حراتی که بیش از 50 سال سن داره، مشکل ریه حادی داره که سلامتی او اسباب نگرانی هم است. 11 عضو سایت نارنجی از مجموعاً از 1 سال تا 11 سال حبس محکوم شدند. جرم اصلی اونها رو گفتند همکاری با شبکه بی بی سی. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در گزارش او عنوان کرده که کماکان ایران زندان بزرگ روزنامه نگارانه. 58 روزنامه نگار و شهروند وبنگار در زندان هستند که 25 نفر اونها فقط در همین 1 سال گذشته دوره آقای روحانی دستگیر شدند. 14 رسانه هم در همین 1 سال گذشته تعطیل شدند. در سال 2014 تا اینجای کار ایران در بین 180 کشور رتبه 173 رو به لحاظ آزادی مطبوعات دارد. آقای دکتر اسدالله اسدی، فعال فرهنگی آذربایجانی، هم در 64 سالگی در زندانه و دست به اعتصاب قضا زده که او را به سلول انفرادی منتقل کردن. موضوع دوم این که در غرب تهران در چندین محله دوباره نیروهای انتظامی شروع به جمع‌آوری ماهواره کردن، موضوعی که خودشون هم میگن بی حاصله و به طور متوسط هر ماهواره‌ای که جمع میکنن در کمتر از 1 هفته مردم جایگزین میکنن. کارگران نیشکر هفت‌تپه هم دست به اعتراض همه جانبه ای زدن، تجمع در محوطه کارخانه و بعد از 6 روز اعتراض روزانه وارد 7th روز اعتراض شدند. کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و مسئله مشاغل سخت و زیان‌آور برای خودشون شدند. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده که دستگاه‌هایی که باید با فساد مبارزه بکنند خودشون آلوده هستند و یکی از بزرگترین مشکلات در رأس این دستگاه‌ها قوه قضاییه قرار داره. موضوع سوم این که آقای اوباما دیروز مصاحبه مطبوعاتی داشت و اعلام کرد که ما در جنگ فرقه‌ای وارد نمیشیم. به این ترتیب ورود امریکا در عراق منتفی کرد و گفت تنها 300 مشاور میفرستیم به اونجا. ضمناً گفت ایران میتونه نقش سازنده‌ای بازی بکنه و به نظر میرسه مجموع حرفای آقای اوباما و سایر سیاستمداران امریکایی منتظر تغییر سیاست در عراق هستن که نهایتاً هم تغییر مالکی مد نظره. آقای اوباما جلسه با سران کنگره امریکا هم داشت و حاصل این جلسه همان چنان که گفته شده این است که همه چیز برای کمک به عراق مشروط به تحول سیاسی در داخل عراق. رویترز از قول کنگره امریکا هم گزارش کرده که آدم‌های کلیدی کنگره امریکا هم خواستار برکناری مالکی از شدند، از اوباما خواستند که فشار برای تغییر مالکی بیاره. رویترز ضمناً تحلیل کرده که برنامه آشتی ایران و عربستان هم با توجه به مسائل عراق متوقف شده. آقای جان کری وزیر خارجه امریکا هم حرف قبلی خودش رو که گفته بود با ایران همکاری بکنیم پس گرفت، تعدیل کرده و گفته که ما با ایران در مورد عراق ارتباط برقرار میکنیم ولی به هیچ وجه همکاری در دستور نیست.
آقای عیاد علاوی که رقیب آقای مالکی در انتخابات گذشته بود و از سیاستمداران معروف عراق عنوان کرده که راه برون رفت از بحران فعلی تشکیل یک دولت وحدت ملی است که به نظر میرسه راه حل درستی هم هست. روزنامه وال استریت جورنال هم عنوان کرده که اوباما و دیگران فشارشون رو آوردن برای تشکیل یک دولت جدید بدون مالکی در عراق. آقای پتروشنکو رئیس جمهور منتخب اوکراین عنوان کرده که 26 یا 27 ماه ژوئن یعنی یک هفته آینده قرارداد اقتصادی با غرب رو امضا خواهد کرد، همون قراردادی که موجب نارضایتی روسیه بود و باعث در واقع لغو اون باعث شورش مردم اوکراین شد. البته آقای پوتین بلافاصله تهدید کرده که این قرارداد نباید امضا بشه. موضوع چهارم اینکه دیدار دو ساعته مفصلی رو دیروز آقای ظریف با خانم اشتون داشته و بعد از اون عنوان کردش که اختلافات باقی است. حتی در تعریف غنی‌سازی آقای ظریف گفت ما مسئله داریم و به نظر میرسه دنبال مدلی هستند که پیشنویس قراردادی رو که میخوان بنویسن بر اساس مواردی که توافق هست نوشته بشه، ولی موارد عدم توافق بماند برای ادامه مذاکرات، ولی یک چیزی نوشته بشه. البته خبرگزاری از شویتد پرس هم گفته مشکلات در مذاکرات 5+1 با ایران باقی است و مذاکرات فعلی در وین که امروز روز آخرش هست پیشرفت نداشت. هند اعلام کرده که 1,650,000,000 دلار از پولهای ایران که پیش هند هست، بدهی نفتی که داره، رو به ریال عمان از طریق مسقط خواهد پرداخت. قبلا قرار بود از طریق امارات بپردازن ولی به نظر میرسه منتفی شده. موضوع آخر اینکه آقای آقا تهرانی نماینده مجلس فرمودند که وزیر ارشاد کمیسیون فرهنگی مجلس رو کلافه کرده چون با فرمایشات رهبری برخورد دوگانه میکنند. اکی سب سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.